خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو امروز پنجشنبه حضورتون تقدیم میکنم. من چند نکته رو همیهنان گرامی لازم هست در ابتدای برنامه به آگاهی شما برسونم و این موضوع رو هم یادآوری بکنم که من به هیچ وجه قصد ندارم در برنامه هام اصولاً بجز مسائل فعلی میهنمون بپردازم به مسائلی که اون هدف اصلی که خودم برای برنامه هام از ابتدای آمدنم به آمریکا تحریزی کرده بودم و روش اصرار دارم به این طرف اون طرف برم و حرفهای جنجالی بگم و به کسی خدای نکرده تهمتی بزنم و یا همونطور که خدمتون گفتم اون اصل پرنسیپ های خودم رو و هدف های خودم رو تحت شعاع مسائل فرعی قرار بدم. ولی در این حال همیهنان گرامی این دلیل بر این نمیشه که اگر به عقل خودم و با تجربیات که دارم مسائلی رو میبینم میخوانم و میشنوم که با سرنوشت کسانی برخورد میکنه، تهمتهایی که به کسانی میزنن که برای اون مملکت، برای اون میهن حتی از جانشون گذشتن، در این مورد من به هیچ وجه نمیتوانم سکوت کنم. راجع به آقای عرفان قانیفر، میدونید که ایشون کرده، من خودم هم یه ریشه کردی دارم، هم آذری و هم کردی، بنابراین ناخواسته نسبت به کسانی که در تاریخ ما از این دو قوم اصیل ایرانی آمدن و صحبت میکنن حساسیت دارن. آقای قانیفر گذاشتم براتون پریروز، خیلی راحت به عنوان یک آدمی که داره راجع به مسائل مملکت صحبت میکنه، خدمت شما عرض کنم که تاریخ نگار محقق، ایشون آمده در یک بحث تلویزیونی ناگهان مسئله آدمی مثل شاپور بختیار رو و دکتر محمد مصدق رو مطرح میکنه و لجمالی، دو تا شخصیتی که در تاریخ میهن ما، در آسمان تاریخ میهن ما میدرخشن و در آینده تاریخ ایران راجع به این دوتا انسان میهندوست و میهنپرست صحبت خواهد کرد. اما در خلال این چند روز بسیار از هموطنان کرد خودمون نامه دریافت کردم، افشاگری اینا، ولی من به هیچ کدوم اینها اشاره نمی کنم. اما یک سوال دیگری که از آقای قانیفر من نکردم، امروز تصمیم گرفتم از ایشون دوباره سوال کنم. اولا که آقای قانیفر میره ایران، میاد، کتاباش در ایران منتشر میشه و بسیار راحت میتوانه به اون مملکت سفر بکنه، عرض کردم کتاباش از در ایران چاپ بشه، من هیچ نوع تهمتی به ایشون نمیخوام بزنم. اما سوال من از آقای قانیفر اینه، شما که میگید یک عده آدمایی هستن که سعی میکنن از وجهشون اینطوری نشون بدن که ما وجهه ملی داریم، ولی طبق گفته اسنادی که از خانه سدان به دست آمده و ایشون نگفت که من دیدم یا ندیدم، راجع به اون اسناد صحبتی نکرد، که مظفر بقایی
این اسناد رو از خانه سدان، یعنی تمام این وقایع درست نیست. من حالا در این مورد آدمایی رو میارم که صحبت کنن. سوال من از آقای قانیفد اینه که اگر دکتر بختیار یک چهره انگلیسی بود و اسناد خانه سدان نشون میداد که ایشون مورد توجه انگلیسا بوده، به همین دلیل خانم شهبانو فرح روی سفارش هایی که کرده بودن ایشون رو به سمت نخست وزیر برگزیده و به شاه توصیه کرده، نه برگزیده، و بعد ایشون نماینده خوزستان بوده در مجلس که گفتم چیزی حقیقت نداره. سوال اینجاست که اگر این مسائل رو جمهوری اسلامی آقای قانیفرد میدانست، با دشمنی که با بختیار داشت و دو بار دو تا تیم فرستاد تا دکتر بختیار رو بکشن و بالاخره هم در اثر خیانت یکی از اون اطرافیان دکتر بختیار این شخصیت ملی و وطن پرست رو کشت، به این اسناد دسترسی نداشت و کمتر از آقای قانیفرد اینا آگاهی داشتن نسبت به بختیار، و اگر داشتن یعنی اطلاعات که آقای قانیفرد داشت رژیم نداشت که دنبالش بره شاپور و بختیار رو همینطوری که شما گفتید به لجنمالی بکشه. این سوال اساسی منه و من در این برنامه اگر چنانکه آقای قانیفرد بخواد بیا توضیح بده کاملا وقت در اختیارشون میذارم. اما اون روزم گفتم امروزم میگم آقای قانیفرد شما هنوز جوانید، به عنوان یک محقق اجازه ندارید لجنمالی کنید انسانهای شریفو، و اگرم حرف میزنید به عنوان یک محقق و یک تاریخ نگار باید وجدان کاری داشته باشید. این خیلی مهمه. مطلب دیگه اینه که همیهنان گرامی، من در طول برنامه ها بعضی لغات رو به کار میبرم که مشکل من اینه که در مورد این لغات بعضیا گوششون اشتباهی میشنوه و یک حرفی رو که من در خلال برنامه من 50 دقیقه در حدود یک فرض میتونم بگم براتون دیگه 40 دقیقه 45 دقیقه یا مثلا فرض کنید 35 دقیقه خودم بدون نوشته بدون هیچی روی یه مقداری اندوخته‌های فکری خودم در جریان خبرها قرار گرفته که قرار میگیرم و تطبیق گفته ها و اعمال این اراذل اوباش در ایران، این مسائل رو جلوی دوربین طرح میکنم و اظهار نظر میکنم. اما به تصدیق همه اون کسانی که در این چند سال برنامه های من دیدن، من سعی میکنم از دایره ادب و عفاف کلمه خارج نشم، به کسی حرف زشت نزنم، به عقاید و نظرات دیگران توهین نکنم و این موضوع رو به کسانی که برنامه منو نگاه میکنن بقبولانم که ما در یک شرایط استثنایی تاریخی هستیم. دشمن اصلی میهن ما رژیم جمهوری اسلامیه. اگر من راجع به جمهوری اسلامی میگم اراذل اوباش، رئیس روزخانها، دلقک احمدی نژاد، اینها رو نه به خاطر توهین و حرف گفتن کلمات، میبینید من حتی در این موردم سعی میکنم امساک بکنم از بردن کلماتی که دور از ادب و شأن اون کسانی است که به برنامه‌های من توجه میکنن. اما همیهنان گرامی، من 40 دقیقه 50 دقیقه 55 دقیقه حرف میزنم، شما میشینید این کاری که من میکنم که وظیفمه، میرم این مطالب رو تهیه میکنم، قیاس میکنم، مسائل منطقی رو مطرح میکنم، کارشناس میارم. اگر اشتباه میشنوید سعی کنید یک بار دیگه حرفای منو گوش کنید و بعد بلافاصله تلفن رو بردارید و شروع کنید سینجین کردن من یا همکاران دیگه. من 50 دقیقه برنامه میذارم، بلافاصله بعد از اینکه یک اشتباه کوچکی میکنم زنگ میزنن آقا شما به جای محمد گفتید محمود،
همین آقای خانه فرد راجع به آقای حسن این هیکل صحبت میکنه و تمام مدت میگه حسین این هیکل. دیگه من اگر حسن این هیکل اشتباه بگم، این نشونه این که باید برم یه خود مطالعه کنم، چون او یک شخصیت معروف مصری و خاورمیانی و جهانیه. آقای حسن این هیکل وزیر تبلیغات ناصر بوده، از نزدیکان ناصر بوده، کسی بوده که روزنامه الاحرام رو سردبیری میکرده و مطالبی که در الاحرام مینوشته مرجع بوده برای بسیاری از روزنامه نگاران، تاریخ نویسان و کسانی که به مسائل خاورمیانه علاقمند هستن. یا آقای حسنی مبارکی که بگه حسنی مبارک، شما باید یقش رو بگیرید. ولی حالا من محمد رضا، نمیدونم محمود رضا خاوری رو بگم محمد رضا، حالا مسئله خاوری بودن اون آدمه، اون که دوز بوده، رئیس بانک مرکزی بوده، بانک ملی بوده، این کپیه مینداخته گردنش، سرش رو اینجوری میکرده، در برابر آقا کرنش میکرده، بعد پولای مردم مظلوم اون مملکت رو به جیب زده، بلند شده رفته تو تورنتو، خونه 4 میلیونی داره، نمیدونم چندین زمین داره، پسراش اونجا شرکت های هواپیمایی دارن که در ایران هم بدبستون دارن. اینجا مهمه، نه این که حالا محمود و من محمد گفتم. و بنابراین اونم اگر ترجمه، یعنی برداشت درست از صحبت من بشه، خیلی راضی هم میگن اشتباه گفته، به خودم هم تذکر بده. ولی این که بردارن یه کلمه زشتی رو که گوششون اشتباه شنیده و متوجه، نمیخوام دوباره بحث رو شروع کنم، بردارن تلفن کنم به این به اون چند نفر که آقا این آقای فرجی این حرفا چیه میزنه جلوی دوربین، که حتی نمیخوام اشاره کنم بهش. و یا اون مرده که دلغکی که از واشنگتن شب و روز فوش میده، قرآن آتیش میزنه، فوشای عجیب و غریب میده و خیال میکنه مبارزه میکنه. داشتیم تو این شهرم داریم. بعدم شما میدونید که یک کسی که این اراجیف رو میگه، قرآن آتیش میزنه، فحاشی میکنه، حرفای زشت رکیک میگه، سخیف میگه، شما تو این یوتیوب نگاه میکنید میبینید تعداد 90,000 نفر، 100,000 نفر گوش میکنه ببینه این دیوانه چی میگه در برابر دوربین. اینا بودن که ارزش مبارزه و ارزش کار وسیله ارتباط جمعی رو به کثافت کشیدن. اینجا داشتیم یه نفر رو که دوربین میآوردن اینجا میذاشتن و از صبح که میومد تو برنامهش فریاد میکشید، عربده میکشید، به همه فحش میداد. و یه موقعی هم وقت که می اومد تو تظاهرات دوتا بادیگارد هم با خودش می آورد که نبادا کسی ایشون رو ترور کنه و فوش‌های رکیک می داد به خود من، به نمیدونم شجره، به میبودی، به همه کسانی که حالا فرق نمی کرد چه عقیده‌ای دارن. و بعدن هم می گفت من تا 100,000 نفر رو می تونم بسیج کنم. بعدن وقتی که اومد به مردم گفت کمک کنین، هیچ کس بهش کمک نکرد، فحاشی می کرد به مردم. و بلی رفت، هیچ خبری هم نشد تو این شهر. حالا یکی از این آدم های دست پایین که قبلا نمیدونم شغلش چی بوده، نمیخوام به شغل کسی هم توهین کنم، حالا نشسته تو واشنگتن، درست خوراک جمهوری اسلامی، قرآن آتیش میزنه، میگه هر 100 دلاری که بدیم من یه صفحه قرآن آتیش میزنم. و خیال میکنه با این کارش چه کارهای مشعشعانه ای انجام میده. خوراک برای رژیم، خوراک برای رژیم که بیاد به اون آدمایی که مسلمان هستن، اعتقاد دارن ولی با اینا دشمنن، بگه ببینید اینان قرآن آتیش میزنن برای 100 دلار و اینا قراره بیان توی مملکت. بوخهای تبلیغاتی اپوزیسیون در خارج از کشور اینان. بعد نگیم همیهنان گرامی که چرا آدمایی مثل آقای کدیور، مهاجرانی، آقای گنجی یا دیگران شدن اپوزیسیونی که کشور خارجی روشون حساب میکنن. این کسی که این کارا رو میکنه به خودش
و به دیگران که حرفشو گوش میکنن میقبولانه که من سلطنت طلب هستم، در حالی که شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی بارها گفته اینا دشمن ما هستند، دشمن منن، دشمن عقاید منن. ایشون گفته، من نمیگم. حرفای رکیک که حتی من شرم دارم راجع به وضعیاش صحبت کنم. حالا این دو نکته رو لازم بود میگفتم عمیانانی گرام. اما ما نیست خیلی وضعیتمون خوب بود، 19 نفر حمله کردن به برج‌های دوقلو، به پنتاگون، و یکیشون هم قرار بود به کاخ سفید یه هواپیما رو بزنه. اینا رو اسامیشون رو درآوردن، 19 نفر بودن که 3 نفرشون مصری بودن و بقیه همه از کشور عربستان سعودی بودن، از القاعده و نمیدونم. به دلیل اینکه خب عربستان سعودی 11 میلیون بشکه نفت در روز میده، تو خیابون گردن میزنن، حقوق بشر که اصلا هیچی دیگه، ولی خب مورد توجه کشورهای غربیه که خیلی جاها سینه به تنور میچسبونن بابت حقوق بشر. ولی میبینید در نامه آقای باراک اوباما، این نامه آخری به جمهوری اسلامی و آخرین سخنرانی در مجلس نمایندگان، یک بارم گفتم متاسفم خیلی من راجب آقای باراک اوباما حساسیت داشتم، خیلی ایشون رو دوست داشتم، نه که حالا نفرت نه، ولی بحث من با ایشون، حالا ایشون که در مقام رئیس جمهور بنده گوینده برنامه ساز معمولی هستن، ولی واقعا شما اگر جمهوری اسلامی فردا تمام شرایط نمیدونم فعالیت‌های اتمیشو بذاره کنار، اصلا حقوق بشر هیچی، درست مثل عربستان. شما اصلا کوچکترین اشاره نکردید در این سخنرانیتون در مجلس نمایندگان به حقوق بشر در ایران، و این نویدم میدید به جمهوری اسلامی که اگر شما دست از فعالیت‌های اتمی بردارید میتونید بیاید توی جامعه دوستان و مثل بسیاری از کشورها از مواهب دوستی ملل استفاده کنید. ولی اون تکلیف اون بچه های ما، اون مادران و پدرانی که بچه هاشون رو این اراذل اوباش رژیم جمهوری اسلامی در زندان ها تجاوز کردن، تکه پاره شون کردن و کشتنشون چیه؟ هیچی. حالا از این اراذل اوباشی که گفتم، شما میدیدید تو فرودگاه ها اینقدر که به ماها به قول این اصطلاحات جدید گیر میدادن، شاید به یه تبعه عربستان سعودی نمیدادن، یا در زمان آقای مبارک به مصری ها نمیدادن، ولی ماها نه تو این جریانات یک دونه ایرانی بودن، با وجود که میدونید اینا آدم هایی تربیت دادن، آدم خور، آدم خار، وحشی که هر کاری بگی میکنن، ولی آخوندن دیگه، این کارا رو به وسیله ایرانی ها نمی کردن. حزب الله لبنان، مقتدا صدر، نمیدونم تو آفریقا میرفتن گیر می آوردن، پول میدادن، و اینجا هم قرار بود که در آمریکای لاتین این کارا رو بکنن، الان هم تو برنامه شونه. اما با این اتفاقاتی که در هند، در گرجستان و در تایلند افتاده و امروز متهم درجه 3 که فرار کرده بود رفته بود مالزی، دستگیرش کردن آوردن به دولت تایلند، و معلوم شده این تیم آمده بوده، اولا آقای اوهود باراک رو وزیر دفاع اسرائیل که 2 روز قبل در تایلند بود، قبل از این جریانات، ایشون رو ترور بکنن. اگر به ایشون دسترسی پیدا نکردن، سفیر یا آتاشه نظامی یا فرهنگی اسرائیل رو بکشن. اینا هم رفتن توی یه خانه نشستن، تو اون خانه شروع کردن بمب درست کردن که بعدن از این بمب ها برای این نوع سوء قصد ها استفاده کنن، منتها در اثر یه اتفاق، نه ناشیگریشون. چون یه نفر به من تلفن کرد دیشب، گفت آقای فرجی، جمهوری اسلامی
یعنی انقدر شعور نداشته چند تا کارشناس بفرسته اونجا، سه تا آدم نمیدونم کسانی که اصلا در این کارا شرکت نداشتن ناشی بودن بفرسته که بخوام بمب درست کنن ناگهان منفجر بشه. اونا کارشناس داره. گفتم عزیز من در بیشتر جریانات که اتفاق میفته یک اشتباه کوچک ممکنه حتی کارشناس ترین آدم ها رو به اشتباه بندازه. ترس، زندگی خصوصی و خیلی از مسائل دیگه. بنابراین اینا توی خونه بودن داشتن بمب درست میکردن، بمب ناگهان یکیش منفجر میشه، خانه با آتش کشیده میشه، زخمی میشن، میریزن تو خیابون، یکیشون جلوی تاکسی رو میگیره که سوار شه، یارو میبینه این خونین و مالینه سوارش نمیکنه، این به قدری عصبی بوده چون جونش میدیده کشته میشه دیگه، این نارنجک که دستش بوده پرتاب میکنه به طرف تاکسی، یکی دیگهشون فرار میکنه، یه نارنجک دستش بوده، پلیسا میان دو جلوش میخواد پرتاب کنه طرف پلیسا، منفجر میشه، دو تا پاشو از دست میده، دستشو از دست میده. نفر سوم میره فرودگاه فرار میکنه، گرفتنش امروز آوردنش. بنابراین تمام شواهد و دلایل ثابت میکنه که رژیم خدایی حکومت آقا امام زمان، اولین حکومت الله بر روی کره زمین، شروع کرده به این نوع اقداماتی که از هفته های قبل تبلیغشو میکرد. گفت این دانشمندان ما رو کشتید، خیال کردی ما میشیم نگاه میکنیم؟ اینا رو همه شو میگفتن. حتی اون جنتی گفت اسلام کسانی هستن، مسلمانانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن و هرگز این جنایت صهیونیستا و استکبار رو فراموش نمیکنن و ضربه میزنن علاوه بر ما که انتقام خواهیم گرفت. اینا رو خودشون میگفتن و به قدری ناشیانه احمقانه مثل همه کاراشون این کارو کردن که دیدید که در گرجستان، در هند، هندیا تهدید کردن که همه نوع روابط اقتصادیشون رو و نفتیشون رو با جمهوری اسلامی بعد از این جریان، بعد گفتن چرا هند؟ چرا تو هند میخوایی این کارا رو بکنی؟ منطقه جلوی چش آقایون خون گرفته، اراذل اوباش فعلا حاکم در ایران و میخوان هر طوری شده یک ضربه کشنده بزنن به استکبار و صهیونیستای جهانی به قول خودشون. ببینید حالا من نمیدونم از این به بعد ماها در فرودگاه تکلیفمون چیه. دیشب گفتم در برنامه، من هر بار که میرفتم برمیگشتم توی فرودگاه دق میکردم از دو ساعت مونده که برستم به فرودگاه لس آنجلس یا نیویورک یا واشنگتن، این فرودگاهی که اومدم میگفتم وای دوباره چهار ساعت، پنج ساعت سینجین، باز دوباره جواب، تحقیر، توهین، انگشت‌نگاری، عکس، دوباره انگشت‌نگاری، دوباره عکس، و این آقایان چشم بادامی های اهل ویتنام و نمیدونم چین و فلان اینا که اومدن اینجا شدن آمریکایی، ولی از هر آمریکایی آمریکایی تر شدن. گفتم یک بار در فرودگاه لس آنجلس از ساعت 1:30 تا 5:20 من گیر یک از اینا افتاده بودم، کامپیوتر جلوش، من توی کنسولگری آمریکا در فرانکفورت، یک تاریخ تولد بود، تولدم بود نمیدونم یا تحصیلاتم، شروع نمیدونم کار دبستان، یه تاریخ رو اشتباه گفتم. فوری اون دختری که اونجا نشسته بود رو کامپیوتر داشت نگاه میکرد، گفت نه این تاریخ اینه. حالا اومدم اینجا، این آقای ویتنامی که آمریکایی الاصل شده حالا، این کامپیوتر جلوشه، منم اونجا وایسادم. اولا به من گفت اینجا وایس، برو اونجا وایساد. موقعی هم که حرکت میکرد من باهاش میومدم وایساد، گفت شما باید پشت سر من حرکت کنی از این خطی که کشیدن، دیگه تحقیر بالاتر از این میخوان. بعد من یه جا نشون که قیافه هایی که اونجا نشستن خجالت آور بود، یعنی دو آدم های عجیب و غریب، منم قاطی اینا کرده بود، خیلی از ایرانی های دیگه، از کشورهای نمیدونم کجا آمده بودن. و بعد از من پاسم خواست، یعنی پاسم که اون اول گرفته بودن، پاسو گذاشت جلوش،
کامپیوتر جلوش شروع کرد از من مشخصات پرسیدن. شما باور نمیکنید. به من گفت برو اونجا وایسا. وایسادم. این تلفن میکرد جواب میداد، بلند شد میرفت. تمام مدت من وایساده بودم و خیره شده بود موقعی که میشست به کامپیوتر. آخر سر من دیوانه شده بودم که این چرا هیچ کاری نمیکنه با من. و بعدن ایشون مجوز ورود به بند صادر کرد، اقامت هم درست بود، همه کارم هم درست بود. حالا نمیدونم با خودم رو مثل زدم که کسی دیگر مثل. صدها پیر زن و پیر مرد شریفی که از ترس این آدم خورا بچه هاشون رو فرستادن در خارج از کشور آمریکا، بعد از ساعتها که در هواپیما خورد و خسته و عصبی و اینا هستن، ویزام گرفتن، میان تو این فرودگاه ها عکس میگیرن ازشون، نمیدونم انگوش نگاری میکنن، چقدر اذیتشون میکنن. حالا دیگه میخوام با اینو چیکار کنم بعد از این اتفاقات؟ جمهوری اسلامی هم همینه میخواد، میخواد در خارج از کشور دست به اعمالی بزنه که این فرودگاه هایی که ما واردش میشیم اونقدر ما رو اذیت بکنن که ما بگیم به به جمهوری اسلامی بهشته. برای هر اتفاقی که در خارج برای ما ایرانی ها بیافته، برای هر ایرانی که از اون مملکت میاد بیرون، همه ما میدانیم که داریم چوب رژیم خونخوار خونریز چپاولگر یک مش روزخانی رو میخوریم که نظم منطقه جهان و مملکت ما رو ریختن به هم. یه دونه روزخان بزرگ اون بالا نشسته و یک مش ارازل اوباش و چاقوکش به عنوان سردار و اینا رو جمع کرده دوره برش، 7-8 تا موشک و پوشک و این چیزا هم درست کرده و خریده، اینو وصل به اون وصل کرده. این کارا حالا خیال میکنه دنیا رو میتونه بگیره و سرشاخ شده با جهان. امروز اسرائیلی و آمریکایی‌ها گفتن این چیزایی که احمدی نژاد پریروز نشون داده و گفته پیشرفت‌های علمی ما در مسائل هسته‌ای، اینا بیشتر چیز داخلی داره، همون ارازل اوباش خودشون خواستن راضی کنن، وگرنه کدوم پیشرفت رو. بله خدمت شما عرض کنم که عمیانانی گرامی، گفتگو میکنم با آقای حسن زارزاده اردشیر، دانشوی فعالی که من الان کلی مطلب دارم، فرصت ندارم همینان دارم. این مطالبی که بسیار لازم بود در این برنامه مطرح میکرد، از جمله صحبت‌های آقای سید حسن نصرالله که گفته به ما، گفتن پولشویی کردی، گفتن شما نمیدونم تریاک قاچاق کردی، هروئین قاچاق میکردی در باندهای مافیایی. همه این کارا رو اگه ما میکردیم پول یک هفته مبارزه حزب الله نمیتونست به دست بیاد، یک هفته فقط. این جمهوری اسلامی بود، صحبت‌های آقای حسن نصرالله بخونید همه تو پارسی نوشته. این جمهوری اسلامی بود که در عرض 32 سال گذشته سخاوتمندانه خرج ما رو داد و ما توانستیم 33 روز در برابر سهمگین‌ترین ارتش منطقه و جهان ایستادگی بکنیم و اونا رو شکست. اینا رو آقای سید حسن نصرالله میگه. ببینید اینا چه پولی به اینا دادن، از کیسه کی بخشیدن؟ کیسه مردم ایران که بسیارشون شبا میرن تو خیابونا زیر پله ها میخوابن، نان ندارن بخورن، دخترانشون تن فروشی میکنن. الان یه گزارش برای من فرستادن، پسرها شبا میرن تو خیابون میرداماد، دخترها میرن یه خیابون دیگه. بله. و خیابون چی؟ بله. و مشتری جمع میکنن، پسر و دختر. ولی آقایون میلیاردها تو دلار، همینه دیگه. آقای سید حسن نصرالله میگه وقتی اگه ما همه پولشویی کنیم، امیدوارم این کار را بکنیم، فقط میتونیم یک هفته خرج حزب الله رو نمیتونیم، تازه از این محل این چیزا قاچاق و پولشویی و اینا به دست بیاریم، و این جمهوری اسلامی و امام ره یعنی امام مقوایی و این رئیس روزخان ها بوده که به اینا کمک کرده که اینا 32 سال
مبارزه کنن به قول خودشون با صهیونیستا. حالا خیلی گزارش های دیگه هست همینانی گرامی که دلم خواد بگم، ولی بیشتر دوست دارم با دوست گرامی جوان خودم دانشجوی فعال حسن زارزاده اردشیر صحبت کنم. آقای اردشیر گرامی درود بر شما. درود بر شما آقای فرجی عزیز. آقای اردشیر من فکر میکنم مقداری صحبتهای من شنیدید. سوالاتی که من دارم از شما اینه که در این چند روز گذشته یه عده رو اعلام کردن که در دادگاه ها محکوم شدن، از جمله آقای سعید ملکپور که تبعی کاناداست، کسی است که در مسائل کامپیوتری خیلی وارده، تنظیم برنامه های کامپیوتری میکنه. این جوان بلند شده رفته ایران، گرفتنش، زندانش کردن، چقدر آزارش دادن و گفتن که این فیلم های پورنو تهیه میکرده و حالا محکوم به اعدامش کردن. امروز هم است که تایید شده حکم اعدامش و میخواین جوان رو بکشن. چیه این جریان ایشون؟ آقای فرجی عزیز، اگر ایشون در یک چنین چیزی دست هم اگر داشت بر اساس ادعای جمهوری اسلامی، باز هم دلیل بر این نمی شود که حکم اعدام برای او صادر بشه. سعید ملکپور دو سال پیش که ایران رفت، وقتی رفت ایران به خاطر مسائل خانوادگی رفت و او را در اونجا دستگیر کردن. بعد یک مدتی خانمش رو هم بردن و تحت بازجویی قرار دادن که بعدن خانمش به کانادا برگشت، ولی به ایشون بعد از کلی بازجویی و شکنجه حکم اعدام ابلاغ شد و این پرونده در اختیار سپاه پاسداران هست. دولت کانادا در این زمینه بیانیه‌های صادر کرده و از جمهوری اسلامی خواستار آزادی ایشون شده، همینطور نهادهای کانادایی. ما هم به عنوان فعالیت هایی که داریم در کانادا به عنوان یک نهاد حقوق بشری ثبت شده در کانادا، یعنی مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا، چنین درخواست رو مطرح کردیم و 3-4 بار در برابر سفارت جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدیم همچنین، و البته از دولت کانادا خواستیم که در این زمینه جدیتر برخورد بکنه و رژیم رو تحت فشار قرار بده که ایشون رو آزاد بکنن، برای اینکه واقعا جرمی مرتکب نشده. ایشون یک در واقع وب نویس هست، یعنی توسعه دهنده برنامه های وبسایت هست که برنامه نویسی میکنه و یکی از برنامه هایی که ایشون نوشته در واقع در اختیار سایتی قرار گرفته شده که داده شده که در ارتباط با پورنو بوده، یعنی در واقع دخالت مستقیم نداشته. ما اگر فرض رو بر این بگیریم که ادعای جمهوری اسلامی درست هست که نیست البته، و همینطور مرکز سایپری سپاه پاسداران که این پرونده رو در اختیار داره، باز هم بر اساس مقررات خود جمهوری اسلامی چنین پرونده‌ای حکم اعدام دریافت نمی‌کنه. به خصوص که توجه داشته باشید که الان مدتی است که جمهوری اسلامی در واقع یک مرکز جرایم اینترنتی، یعنی یک دادسرایی برای جرایم اینترنتی افتتاح کرده، راه اندازی کرده که این پرونده به اونجا حتی ارسال هم نشده، یعنی این پرونده جنبه سیاسی پیدا کرده و قاضی دادگاه انقلاب که در این 2-3 سال گذشته به خیلی از زندانیان سیاسی حکمای سنگین داده و حکمای اعدام داده، به این پرونده رسیدگی کرده، تحت نظر او هست و در واقع این پرونده در دادگاه انقلاب و شعبه سیاسی امنیتی مورد رسیدگی قرار گرفته و سپاه پاسداران و دادگاه انقلاب دست به دست هم دادن که به این پرونده در واقع حکم اعدام بدن و این حکم دو بار به دیوان عالی کشور رفته و این بار تایید شده و وکلاش که امروز مراجعه کرده بودن تا در واقع در جریان روند دادرسی قرار بگیرن و لایحه اعتراضی بدن به حکم، متوجه شدن که این حکم اعدام به در واقع اجرای احکام ارسال شده. وقتی که اجرای احکام ارسال میشه، یعنی هر آن این امکان هست که اجرای احکام این حکم را به اجرا بذاره بر اساس اولویت ها و اون روند کاری که داره. بنابراین این نگرانی وجود داره که هر آن آقای ملکپور
اعدام بشه و به خاطر همین عده‌ای در کانادا از جمله مرکز ما دست به کار شدیم تا آخرین تلاشامون رو در این زمینه به کار بگیریم، ببینیم که چه کاری از دست ما برمیاد، چه کاری دولت کانادا میتونه بکنه و فشار روی جمهوری اسلامی زیاد بکنیم، و به خصوص که این فرد واقعا کاری انجام نداده که مستحق چنین برخوردی باشه، به خصوص که خودش هم در نامه‌ای که منتشر کرد و به دادگاه هم فرستاد گفت که شدیداً شکنجه شده و او رو تحت شکنجه مجبور کردن که بیاد جلوی دوربین و اعتراف بکنه و این اعتراف رو استفاده کردن برای اینکه حکم اعدام صادر بکنن. و سپاه پاسداران یک مرکز رسیدگی به جرایم سایبری راه اندازی کرده و در واقع اینها این پرونده رو یکی از کشفیات خودشون میدونن و غیر از این هم البته پرونده های اینترنتی دیگر رو در اختیار سپاه هستش که داره رسیدگی میکنه و برخوردهای سنگینی کرده. بنابراین بودجه های کلانی که سپاه در اختیار گرفته که با اون برخوردهای امنیتی انجام بده، پروژه های امنیتی رو در پیش بگیره، از جمله سرکوب هایی که شاهدش هستیم، بخشی خب از طریق این بودجه تامین میشه. بنابراین اینها شدیداً اصرار دارن که سعید ملک‌پور رو اعدام بکنن و به نوعی توجیه بکنن که اقدامی که انجام دادن یک اقدام قابل توجه و مهمی بوده در کشف یک جرم ضد امنیتی مهم، و حال این پرونده یک پرونده سیاسی شده، یعنی از قالب یک جرم اینترنتی هم در واقع خارج شده، و این روند دادرسی در جمهوری اسلامی نشون میده که واقعا همه چیز زیر سوال هست. آقای فرجی عزیز ببخشید، من داشتم اینجا یه چیزی یاد داشت من میکردم. اگر فرصت دارم بحث رو آقای من به خاطر اینکه آقای اردشیر عزیز، من میخواستم این موضوع رو مطرح کنم، داشتم یادش میکنم. ببینید اینا الان از کشور ترکیه، از تلویزیون های روسیه، از بسیاری از طریق ماهواره فیلم های پورنو رو دارن تو ایران پخش میکنن. این روزخان ها و اراذل اوباش سپاه و بسیج و اینا مشتری های درجه یک این چیزا. حالا اینا چه بیماری دارن که این بچه ها رو میگیرن میبرن شکنجه میدن ازشون اقرار میگیرن و بعد اینا رو میکشن؟ این یه بیماریه. بله. آقای فرجی، من در ایران از نزدیک خیلی از این افراد رو دیدم. خود این ماموران مشکلات جنسی دارن و افرادی هستن که بسیار عقده‌ای برخورد میکنن و یکی از دلایلی که با دختر پسرها هم در خیابان برخورد میکنن به خاطر همین عقده‌ای بودن هست، و به خصوص که در واقع نمیتوانند در شرایط بهتری نیازهای خودشون رو ارضا بکنن. یعنی علاوه بر بحث ایدئولوژیک امنیتی و خب رویه که جمهوری اسلامی برای سرکوب در پیش گرفته، شما با یک سری انسانهای عقده‌ای و که دارای مشکلات روانی هستن طرف هستین که در واقع کنترل کردن اونها خیلی سخت هست، و در واقع وقتی ما فشار رو وارد میکنیم به جمهوری اسلامی، به سطوح بالاتر وارد میکنیم که در سیاستهای خودشون تجدید نظر بکنن و در واقع بتوانیم جان تعدادی از انسانها رو نجات بدیم، و الا این یک رژیمیست که در واقع همچنان به سرکوب ادامه خواهد داد، و تنها راه نجات جامعه و مردم ما این هست که این رژیم کاملا بساطش برچیده بشه، تحقق حقوق بشر از کانال جمهوری اسلامی. آقای فرجی عزیز، امکان پذیر نیست. الان وضعیت زندانها، وضعیت دانشجویان، کارگران، خانمها، جوانان، مسائل اقتصادی، یعنی ما این مشکلاتی که در این 30 سال گذشته داشتیم، 32 سال گذشته داشتیم، اینها نتیجه تحریم هایی که در یک سال گذشته غرب اعمال کرده فقط نیست. ما نبایستی که فقط بشینیم و دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی روی ما تاثیر بگذارن. 30 سال ما زیر فشار و تحریم هستیم. خیلی سپاسگزارم آقای اردشیر گرامی. من بایستی با آقای دکتر مسعود نقره‌کار صحبت بکنم. اتفاقا در مورد همین مسائل هم دکتر نقره‌کار 3 هفته قبل 4 هفته قبل صحبت کرد که در شیراز یکی از همین عقده‌ای‌ها و کمپلکس‌های جمهوری اسلامی که بازجو آمده بود، از یه دختری خوشش میومده، مدت‌ها دنبال چشش این دختر بوده، بعد این به یه بهانه این دختر 16 17 ساله رو گرفته که دبیرستان میرفته، برده زندان، بهش خواسته تجاوز بکنه. داستان مفصلی بود که
دکتر نقره کار به درستی بهش اشاره کرد و راجعش بهش صحبت. خیلی سپاسگزارم آقای اردشیر گرامی. تشکر میکنم آقای فرج از این فرصت. دکتر نقره کار عزیز، درود بر شما و میبخشید که من شما رو روی خط نگه داشتم، چون مسائل مربوط به این زندانهای جمهوری اسلامی بود و این آقای سعید ملکپور که حکم اعدامش امروز مورد تایید دیوان عالی قرار گرفته بود و من میخواستم حتما امروز در برنامه به این موضوع اشاره کنم. دکتر نقره‌کار، من اگر یادتون باشه در یکی دو هفته گذشته راجع به روشنفکران به مناسبت سالگرد انقلاب از شما خواهش کردم که راجع به روشنفکران بیایم یه دفعه صحبت بکنیم و نقش روشنفکران در این انقلابی که نتیجهش آخونده اومدن نشستن اون بالا و چما آقا گرفتن زدن تو سر مردم میهن ما، و اصولا چه نقشی روشنفکرها چه قبل و چه بعد از انقلاب داشتن. سلام میکنم به شما و بینندگان برنامه تون و نمیدونم تو این فرصت چند دقیقه‌ای شما یک رو فرصت مهمی رو چگونه بشه جمع جورش کرد. دکتر نقره کار، شما شما 15 دقیقه فرصت دارید بتونید صحبت کنید. بله، مرسی. ببینید، مسئول دانستن و سرزنش کردن روشنفکران در رابطه با بختک حکومت اسلامی که بر جامعه ما آوار شده، به گمان من که این روزا هم زیاد شنیده میشه، بسیار غیر منصفانه و مغرضانه است. البته وابستگان و هواداران رژیمی که در یک انقلاب سرنگون میشه و در یک تغییر جابجا میشه، طبیعیه که تلاش کنن به جای شناخت واقعیت و عامل اساسی سرنگونی و تغییر، مسئولین دیگری برای میدونید اون اتفاق بتراشن و دامن خودشون آب بکشن. این فرافکنی که ما شاهدش هستیم یک فرافکنی مغرضانه و غیر مستدل و غیر مستنده. مسئولیت بروز انقلاب بهمن واقعیتش این است که بیش از هر چیز متوجه نیروی سیاسی است که قدرت سیاسی رو در دست داشته و کسانی مسئول هستند که سبب شدن در واقع اون جامعه یک انباشت تضادهای گوناگونی که باعث شد که یک گسستی در ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه بشه هستند. روشنفکران مسئول نبود و نیستن. البته روشنفکر ستیزی همونجوری که میدونید ریشه در تاریخ جامعه ما داشته و داره، به ویژه در این 100 ساله اخیر. و عجیب هم این است که بسیاری از کسانی که خودشون روشنفکر میدونن و روشنفکر میپندارن در یک چنین ستیزی شرکت میکنن و دست بر نداشتن. برخی از این جماعت من گمان میکنم معنای روشنفکری رو متاسفانه نمیدونن. باید میون روشنفکر، فعال سیاسی و تحصیل کرده فرق قائل شد و بین اینها تفاوتایی است که من حالا امیدوارم توی برنامه فرصت بشه ایشون صحبت کنیم. اما تو رابطه با اون سوالی که مطرح شد، یک، آیا این که روشنفکران در بروز انقلاب نقش داشتن یا نه، پاسخ آری است. جوابش هم این هست که، البته به نظر من نقش مثبت و درست، پاسخش هم این هست که روشنفکر اصلا کسی است که میدونید که آینده نگری و تفکر نقادانه، آزاداندیشی و آزادی خواهی ویژگیشه، یعنی ماهیت و اساس کارشه. حالا جدا از اون ویژگی های مثل عقل باوری، فرد باوری و چیزهای دیگه که الان فرصتش نیست. بنابراین اون چه که یعنی در روشن فکران به این دلیل که اهل نقد و تفکر و اهل آینده نگری و آزاداندیشی و آزادی خواهی بودن، طبیعی بوده که قبل از انقلاب اینها با رژیم موجود در واقع مخالفت داشته باشن، با قدرت سیاسی مخالفت بکنن و تلاش بکنن برای تغییر تحول. طبیعی است که روشن فکر و رابطه با دیکتاتوری و استبداد و بی‌عدالتی اختناق نیست. خب در رژیم گذشته، در رژیم شاه، این ویژگی ها وجود داشته و نه فقط روشن فکران سیاسی یا فرهنگی و فلسفی چپ، حتی روشن فکران ملی و حتی برخی از روشن فکرانی که در نظام سابق بودن هم با روش هایی که در اون نظام اعمال می شد مخالفت می کردن. و خب این ویژگی روشن فکریست. بنابراین روشن فکران پیش از انقلاب
خب به دنبال همجور که گفتم تغییر تحول بودن، رژیم هم مانع بود، بنابراین یک تغییری وجود داشت و به دنبال خب یک جابجایی بودن و این کار درستی بوده. شما برای نمونه من بگم قبل از انقلاب در دهشب شعر خب میدونید که تمام اون روشنفکران مخالفت چون با وجود سانسور بود و خواستار آزادی اندیشه و بیان و قلم بودن و خب به هر حال رژیم مانع ایجاد میکرد تو رابطه. حتی روشنفکرانی که خواهان اصلاحات رژیم بودن مورد قبول واقع نمیشدن و خب زمانی هم رژیم گذشته متوجه شد که دیر شده بود و خب پیش هم به تن همه گروه های اجتماعی خورده بود و خب کار به اونجا رسید که دیگه که همه گروه های اجتماعی در یک حرکت فراگیر به هر حال به میدان آمدند. اما این نکته رو من بعد نیست اشاره بکنم که انتقادی به روشنفکران به ویژه در مقطع انقلاب وجود داره و اون این هست که یعنی در مسیر رسیدن به انقلاب و اون این هست که روشنفکران با جنبش روحانیت به رهبری خمینی در مخالفت با شاه و رفتن شاه نظرشون یکسان بود و خب در این مسیر بسیاری از روشنفکران به خمینی و دیدگاهاش نزدیک شدن به خاطر این ویژگی و این شاید یکی از بزرگترین خطاهای روشنفکران بود و بعد از انقلاب هم تا حدودی این دست از روشنفکران میبینیم به راهشون ادامه دادن. البته همگانی نبود، برای نمونه ما حتی بعد از انقلاب هم کار نویسندگان داشتیم، ده ها سازمان و جریان فرهنگی سیاسی و صنفی رو من میتونم نام ببرم که روشنفکران نیروهای حاضر در اونها بودن، هرگز با حکومت همراهی نکردن. از شخصیت های نمونه میتونیم از احمد شاملو نام ببریم. شما اصلا نامه سرگشاده شاملو رو در مرداد ماه 58 یاد دارید که در کتاب جمعه نمک شماره یکش منتشر شد و در آینده بار خب شاملو همین روشنفکر بود، همون موقع مطرح کرد که روزهای سیاهی در پیش هست، قشریون مطلق زده هر اندیشه رو دشمن میدونن، طوفانی در واقع اتفاق افتاده که همه چیز میخواد خراب کنه، غبار طاعونی که از افق برخواسته از اون صحبت کرد. بنابراین همین روشنفکر بود و فراوان بودن مثل اون. امروز همه اون روشنفکران رو به یک چوب راندن نادرسته و روشنفکران و روشنفکری رو فقط در جریان‌های مثل حزب توده و یا فدایان اکثریت و یا برخی از افراد جبهه ملی دیدن، این کار منصفانه نیست و بیشتر یک فرادفکنی است تا یک ارزیابی دقیق و مستدل. دکتر نورکار، سوال من اینه که آیا این روشنفکرانی که در شب شبهای شعر در انستیتو گوته در تهران رفته بودن سخنرانی میکردن، شعر میگفتن، بعد نمیدونم خاطراتشون تعریف میکردن، اینا آیا واقعا قصدشون یک انقلاب بود یا یک تحول آرام؟ ببینید، هیچ کس، هیچ جریان سیاسی، جریان فرهنگی و شخصیت سیاسی فرهنگی تصور نمی کرد که در اون مقاطع که انقلاب بهمن رخ بده. شما کمتر تحلیل یا ارزیابی اصلا وجود نداشته، یعنی چنین چشمندازی رو جنبش روشنفکری ایران و حتی بسیاری از سازمان‌های سیاسی ایران نمی دیدن که چنان اتفاقی بیفته و یک دگرگونی عظیمی به اون شکل رخ بده. چنین چیزی خاص اصلا کانون نویسندگان ایران اون مقطع به عنوان یک کانون صنفی اصلا بحثش مسئله انقلاب و سرنگونی و اینها نبود. من. اون شبها اصلا شبهایی بود که میگفتن آقا در واقع داره اداره نگارش سانسور میکنه، آزادی اندیشه و بیان و قلم وجود نداره، بسیاری از دوستان اهل قلم ما به خاطر نوشتن کتاب در زندان هست و رو پیرامون این مسائل بحث و گفتگو و شعرخوانی بود. چنین چیزی اصلا جز اهداف و خواسته کانون و جمعی که وجود داشتن نبود. و دکتر نقره‌کار، بحث بر سر اینه، من خودم الان بارها مثلا با هم دیگه هم صحبت کردیم یا من با دوستان دیگه هم صحبت میکنم، اشکالی که اینجا به بعضی از روشنفکران گرفته میشه اینه و در این حال باید این مسئله رو هم بگیم که آخوندها و روزه‌خوان‌ها و اصولا روحانیان اون زمان فقط اینها بودن که سازمان داشتن، سرمایه داشتن، پول بازار دور و برشون بود، پول خمس و زکات بود و اینها وقتی که خمینی، یکی از زرنگی های خمینی در این جریان این بود
که شعارهایی که میداد رادیکالتر از تمام شعارهایی بود که تا اون زمان داده شده. یکی این بود، یکی دیگه این بود که آیا این ایرادی که به روشنفکران گرفته میشه، این بحث رو من با شما باز ادامه خواهم داد، الان 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم و امروز هم یه موضوع استثنایی پیش اومد، برای اینکه من حتما باید با آقای اردشیر صحبت میکردم، وقت برنامه شما 5 دقیقه کمتر شد، میبخشید من. اما بحث بر سر اینه که زمانی که خمینی شروع کرد شلتاق کردن و آمد در نوفل و شاتو و شروع کرد تمام امکانات مالی و اینا، من در نوفل و شاتو خودم شاهد بودم، خیلی از سازمان‌های سیاسی برای چاپ کردن یه اعلامیه باید 10 دلار 10 مارک نمیدونم 10 فرانک اینا پول جمع می‌کردن تا یه اعلامیه میدادن، در حالی که در همون زمان تو نوفل و شاتو آقای صادق قدساده به من گفت ما دستگاه چاپ رنگی خریدیم نه اجاره، که بالای 350 هزار فرانک بوده و اینا کتاب چاپ میکردن اونجا، کتاب آقای شریعتی و سخنرانی های خمینی و نمیدونم اینا رو با چاپ اعلا و رنگی میآوردن میذاشتن اونجا با قیمت های خیلی نازل، میگفتن هر که هرچقدر دلش میخواد بیاد بده. من صحبتم اینه که در اون زمان روشنفکران یک تجزیه تحلیل درست راجع به این که اگر رژیم شاه بره الان بختیار اومده این کارا رو داره انجام میده، این وعده ها رو داره میده، حرفی که خود شاپور بختیار شادروان بختیار میگفت که آقا اینا دنبال قدرتن، اینا اگر بیان این دیکتاتوری به اصطلاح نعلی به مراتب خشنتر از چکمه خواهد. چرا شما سابقه دارید که در این زمان ها روشنفکرانی بودن که این مسائل تجزیه تحلیل میکردن؟ من همونطوری که گفتم واقعیتش در رابطه با این اتفاقی که افتاد یه مقداری قابل پیشبینی نبود و در واقع پیشبینی نشده بود از سوی روشنفکران اینا. اصلا جامعه ما مثل این که جامعه یک اتفاقی ناگهانی و گاهی غیر قابل پیشبینی است. در مقطع انقلاب همونجوری که اشاره کردم روشنفکران ما اشکالشون اساسا این بود که میدونستن چی نمیخوان، اما در واقع تلاش نشده بود که ببینن چی میخوان، یعنی جایگزین و یا آلترناتیوی نبود. همه میخواستن فی‌الواقع خب شاه بره و اون رژیم بره، ولی اینکه چه جایش بنشینه، البته میدونید که یه مقدار اتفاقات این تحولات رو تسریع کرد. بله درست. یعنی در واقع یک عواملی باعث شدن اگر یه مقداری این تغییر و تحولات و این اتفاقات طول میکشید و شاید اصلا به این شکل پیش نمیومد مسائل. اونتا میدونید نقش عوامل خارجی نقش عوامل داخلی تسریع کرد و فی‌الواقع میدونید فکر نشده یک جابجایی انجام شد که خب ما امروز شاهد هستیم که چه پیامدهایی داشت. نه به گمان من واقعیتش این هست که هیچ، من همونطوری که گفتم، هیچ جریان سیاسی و هیچ شخصیت سیاسی اون موقع‌ها نتونسته بودن به درستی پیش‌بینی کنن چه اتفاقی خواهد افتاد. و خب جنبش روحانیت هم به رهبری خمینی برای که امکانات داشت، همونطوری که شما اشاره کردید، جنبش روشنفکری و جریان‌های روشنفکری سرکوب شده بودند کاملا. بله. و تنها جنبش روحانیت و شبکه‌های متعدد اون بودن که حضور داشتن، بنابراین اونها تونستن که فی‌الواقع در یک میدونه توی مسیر اون قدرت و اون اتوریته خودشون اعمال بکنن و بر قدرت بنشینند که نشستن. دکتر نورکار، این بحث ما ادامه میدیم، من خیلی دلم میخواد راجع به این چند 37 روز به اصطلاح نخست وزیری بختیار، نقش کانون نویسندگان و کسانی که مثل دکتر مصطفی رحیمی آمدن و شجاعانه شروع کردن راجع به مسائل، یا به قول شما، خیلی به قول خود من، شاملو، نمیدونم ساعدی، خیلی کسا بودن که آمدن و این نقش رو یه مقدار رو کردن برای مردم، روشن کردن که آقا اینا آدمایی هستن که از عهد حجر هم عقب‌ترن و منتها اون فضای به شدت متشنج و جا زدن خیلی سریع رژیم و اینی که نمیدونم به قول شما عوامل دیگه همه دست به دست هم دیگه داد و فرصتی پیش نیامد تا آگاهانه بشینن مسائل رو تجزیه تحلیل کنن. خیلی سپاسگزارم از شما، این بحث رو خیلی بیشتر من فرصت در هفته های آینده برای این مسئله میذاریم، با هم دیگه صحبت میکنیم آقای دکتر نقره‌کار عزیز، و این بحثی است که باید نسل جوان ما حتما راجع بهش آگاهی داشته باشه.
متشکرم از شما. سپاسگزارم از شما. خب همیانان گرامی، به همین جا برنامه من به پایان میرسه. سپاس از این که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده که روز دوشنبه خواهد بود در پس ساعت 8:30 شب تا 9:30 شب به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.